انتی هست. در مغز جان من محبت تو نهفته است که همیشه راهنما و مددگار من است در راه هنر و زندگی. من شخصا رویه احمد زویر، مرحوم احمد زویر و حافظ نمایان هندوستان محمد رفی رو به خود مکتب شموریدم و به آنها پیروی کردم و اینک در اساس این دو صنعتکار بزرگ من کمی هم باشد یک راهی مستقل خود رو یافتم. آغاز شهرتش یک مخلص بسیار اشدی داشتند از سابق کافرنهان امروز وحدت. این جوان در همه کنسرت ها، در همه نمایشنامه ها با گل و گل دسته حاضر بود، ریدکسی را مکتوب باران میکرد، زنگ میزد و همیشه خواهش میکرد از کرامت الله سرود شنوانیم. و این مخلصی تا اندازه بود که حتی مثلا بعضی وقت شبهوار بود که این فناتیزم تا این درجه شنرش ممکن است یا نه. به هر صورت چند مدت گذشت، یک روز زنگ تلفنی شد به ریدکسیا و یک نفر خودش رو معرفی کرد، گفت من برادر فلان آدم هستم و خواهش میکنم که کمک کنید. گفتیم کمک به چه شکل است؟ گفت این یک همسایه دختر من فاتحه کرده است، یک سال زیاد میشد، هیچ اینه که عروسی برپا شد، هم وقت تاخیر میگذارد، میگه که تا کرامت الله مهمان من نشود من توی برپا نمیکنم. با همین دلیل ما کرامت الله را راضی کنیم که به مهمانی اون کس رویم. خب دو سه نفر با ماشین کرامت الله ما به اون دیه رسیدیم و برابر دروازه را کشودن تعجب کردیم. چند نفر دست آسیم برزدگی، یک برزگاو رسمون در دستشون میخواهند که در پیش پای کرامت الله قربانی کنند. و البته کرامت الله بسیار پافشاری کرد و حتی بهانه گفت که اگر به این شکل مهمانداری کنید ما نمیستیم، برمیگردیم. خب بهرحالی مهم نیست، اون را نمیدونم با گوسفند با مر با هر چیز دیگری عوض کردن. و مهم نکته اون است که همون شب تا دیر شب ما در خانه مهمان بودیم و تقریبا گوییم که کرامت الله برای یک نفر تا نیم شب آوازخوانی کرد برای همون مخلصش. شیدای قد و خان و خط و کشته یارم، آی کشته یارم، هر کوی بیم باده یکی مشتی غبارم، آی مشتی غبارم، نشاخی گلی تازه و نشاخ چراغه تا شونه جهر خواهده ای سنگی مزارم. یک زمان در شمال روسیه در شهر سرگود بودم و یک جوان شناس شد با من و با بسیار اصرار کرد که اونم به مهمانی برایم. گفت که اگر مهمانی بیاید اگر من یک چیز جالب برات نشان میدم. وقتی خانه اون کس مهمان شدیم، همین یک برنامه مؤلفی من که با کرامت الله بود همون را پخش کرد و من در تعجب افتادم که مثلا این مهاجر مهنتی در یک گوشه سرد روسیه مثلا همراهش مثلا این ترانه های کرامت الله را دارد. اما چیزی جالب دیگر چیز بود، من با دسته فیته های وی که اون وقت در زمان فیته های ویخیز سپر ویخیز بودن، کسیت های ویدیو منتفون میمون دقت کردم، پنج شش فیته است که در هم نام کرامت الله نوشتگی است. پرسیدم که چرا این خیل؟ گفت که همین برنامه است و شش تا نسخه اون است. گفتم برای چی کار میکنید وقتی یک نسخه کافی نیست؟
گفت که مبادا یگانتش گم شد، مبادا یگانتش فیته ویران شد، من میخواهم حوق داشته باشم. من برای من بسیار عجیب بود، ولی اون تعجبی من رو با بیشتر تعجب کرد. گفت که اکا، حالی در دوشنبه هم پشش نسخه دارم از همین برنامه. من از اوانی کودکی راست دیگر همه خیلی نیت داشتم که موسیقی شرق و غرب رو همه وقت در رو میزن. چون که هر دو مکتب به من بسیار پسند است و من بسیار عنصرهای خوبی این یا آن مکتب رو به خود قبول میکنم و در سرودهای خود استفاده میکنم. دیدم و چی دیدم هرچند که دمیدم از چشمه وفایش و بی صفا ندیدم از چشمه وفایش و بی صفا ندیدم چی دیدم و چی دیدم هرچند که دمیدم چی دیدم و چی دیدم هرچند که دمیدم واو از سالی که شادروان کرامتر قربان به دانشگاه دولتی صنعتی به نام میرزا تورسودادا داخل شدند، از همون سال ما شناس شدیم و وقتی شادروان کرامتر در کورس یکم بدر شروع کرد، من در اون وقت در کورس سوم تحصیل میکردم و سال اول مراسم پخت چینی بود. در همونجا یک برنامه کنسرتی از طرف تمام دانشجویان شد، با اکاردیون سر تمام. اینقدر زیبا خوند که تمام دانشجوها کفکوبی کردن، تمام دانشجوها نزدشان رفتن و شناسایی پیدا کردن. بعد از همین ما یک عکس یک جا داریم. تنها شدم تنها آسود از دنبا شدم از بس که خوردم خوردی جلو شدم. سالای اگر خطا نکنم 89 بود یا 90 بود. وقتی از مکتب برآمدم پسر کلانی من به صدمه نقلیاتی دچار شد. در بیمارخانه قرابولا بودیم که نه آوردم، من در کار بودم، زن زدم، قسطه رفتم. یک وقت بود که شادروان کرامتلو همراه خدا رحمتی عبدالرحمن آمدن، نای نوازشون بود و ساکسفونیست دیما میگفتن هرچیشون آمدن. من همون وقت با کدوم سبب های بود بیموشی موندم، موشینم نبود. آمده همراه من تا بگاه شیش ساعت های یک دو حادثه رو داد، تا بگاه تاریک شدن همراه من شیش وای کرده. بعد من ماندم همونجا گفت و کسمتلا به موشینی گفت موشینش کلیچان خیلی براورده داد و گفت که کسمتلا موشین خیلی روشن گفت با من شب میامون. و تا همین دمی که پسرچه من از بیمارخانه نبرامد، حتی در مسئله ماشین حرف هم نگفت، گپ هم نزد. با دلی دریا نشینم تا دلم دریا شود، با دلی دریا نشینم تا دلم دریا شود. عزیز الله شریف گفتن که یک ترانه هست مادر مرا ببخشا. این ترانه به قلمی رحمت نظری شاعری آن وقت جوان بودن، یعنی ما همکاری کردیم. این آهنگ را شما باور میکنید نمیکنید، من برای ارکستری سازهای ملی تنظیم کردم، تبدیل دادم، تکمیل نمودم. باری اول
از آوازخوانان استراد همون وقته کرامت‌الله قربان این سرود رو در سطح خیلی عالی ثبت نمودند و در یک مراتبه Некоторые люди говорили, что у Карамата сложный характер. Абсолютно не был он сложным человеком. Он к музыке серьезно относился, с людьми очень хорошо. Очень веселый был, в компании всегда, всегда внимательно все его слушали, потому что он был хороший артист. Подражал хорошо всех, вот он всегда веселил публику. Веселый был человек. وقتی که با گلشن با کار آمد در مدت کوتاه سرودهای بسیاری را سرای ثبت کرد یعنی که بسیار سیر حرکت بود و بسیار با غیرت بود همیشه از پس سرودهای نو میشد و بسیار سیر محصول بود در حیات کوتاهش سرودهای بسیاری را ثبت کرد و مخلصان زیادی پیدا کرد و خیلی خیلی مشهور شد یعنی که گلشن برای کرامت‌الله یک تکیه‌گاه بود یا تکان داد برای ایجادیات وی و کرامت‌الله نیز ارکستر گلشن را زیب داد و سرودهای دست جمعانه نیز ما سراییدیم سرودی سبزک لبیجو را ما یک جای سراییدیم سرودی هادیل هادیل را سراییدیم یک جای کرامت‌الله قربان در سیوم آشیانه اون امین بینا در پهلوی راست بودن ما در این جانب در انسامبل دولتی شش مقام فعالیت می بردیم و هر ترانه که یادم هست که هر ترانه که در استودیای ثبت آواز ثبت می کردن مرا جیغ می زدن و فریاد می کردن که من دعوت می کردن که ترانه شون رو گوش اندازم و چون می رفتیم در رو هر دو در درون محکم می بستیم و گوش می اندختم به ترانه های جدیدی کرامت‌الله بعد از اتمام آهنگ از من پرسان می شدن که چی گونه است این ترانه چی کم بودی دارد من باید چی گونه می خوندم من راستی همون حسیاتی که همون زمانی دوره جوانی و دوره که نه به کار آمده بودم اون رو افشا می کردم و می گفتم که در سطح خیلی عالی است خیلی خوب است اما در جواب در پاسخ به اندیشه های من زود کرامت‌الله می گفت که نه من باید این ترانه می سرویدم من باید این ترانه رو این شعر رو بود این گونه می سرویدم من می خواهم که ترانه های من جاویدانه باشد به دل مردم زود راه یابد وای بام بنا دل بری رنجور از خانه با رنجور از خانه وای بام بنا دل بری رنجور از خانه با رنجور از خانه وقتی من توسط شبکه های اجتماعی می دیدم که در خب جمهوری اسلامی افغانستان چقدر او رو قبول میکنن مردم خب خیلی از او خوششون میامد از ترانه خانی کرامت‌الله یک فکر میکردی که آنها فکر میکردن که یک صدای است برای آنها آشنا بیگانه نیست اینقدر دوست داری کرامت‌الله جان بپرسم که اینا بار چندم شد که به
تاشو برن به کابل. این باری سوام است که به کابل. و تا جایی که ما خبر داریم به مزار شریف هم شما نمو در مزار شریف نبودن. شما نرفتین، خورماجان بودن. خورماجان. بار سوام در چند سال؟ در مدت 6 سال. آهنگایی که شما زیاد دوست داشته باشین از هنرمندای ما را کیها خود بود؟ از آوازخانه افغان. سوی کی خوشتون میاد؟ احمد زهیر. مانند من آواره نیست آواره، هیچ کس مانند من دل داده نیست دل داده، هیچ کس در ایش میاره ایشونی، مو با مو جا با جا افتاده نیست افتاده. وقتی می دیدم که در مکتب هند فرض کردیم در هندوستان افسانوی ترانه می خوند، خودی مردم هند خب لذت می بردن و دست بلو می کردن و احسان می خوندن، آفرین می خوندن برای این ترانه سرای کرامت الله که چگونه به زبان آنها اینقدر شیوای و روان به زبان خود هندوها و یا خود ترانه های دری و یا تاجیکی رو اجرا می کرد. روزی طلب خواجه ستاروف با من گفت که قدرت الله میدونید من یک سرود نوشتم با نام زندگی برای سپکتکل تئاتر عبدالقاسم لاهوتی. این سرود همچون سرود نه، همچون یک پارچه از سپکتکل صدا میداد و حالتی شد که کرامت الله رو دعوت کردیم، این سرود این پارچه رو از سپکتکل خواندن و حالتی شد که کرامت الله قربان بسیار آدمی فداکار بود میگوید طلب خواجه. و یک روز حیران شدم از رادیو از تلویزیون میشنویم که کرامت الله قربانوف همین سرودی من را طلب خواجه نقل کرده است، خوانده استوده است و ببینید که من حیران شدم که چقدر این سرود را کرامت الله قربانوف عجایب تکمیل داده است. یک نمره کنسرتی تشکیل کرده تا به امروز همین سرود در اجرای کرامت الله قربانو زنده و جاوید ماند. وقتی که وزارت فرهنگ تاریخ آزمون سرود عروسی اعلان کردن که در کار است، نوشتم و نوتش بردم کرامت الله ده، گفتم من. بعد چند وقت دیگر من نرفتم، پیشش نرفتم و ذوالفقار یک روز من در کجای دیدن و گفتن که آقا سرود شما رو کرامت الله خوانده است. گفتم که من نشنیدم مالی. بعد وای چی داشت؟ ماشین داشت، ماشین در میموندن که سرود را. بعد من همینقدر خرسان شدم، همینقدر خرسان شدم با خونه رادیو برفتم میناداری کردم. وقتی تو خوش بود دلیل خوش رو زبا دمانه همین کلینین با یک پلات که بود هر روز همون دو دیگ آش میکنن، دو دیگی کلون. بعد طربخانه کرامت همون آشخانه با پلاتک داشت و بعد بیرون با میشتیم بولی علاف با هم گیلیم پارتفتگی. بعد میرفتیم از اونیورسام از اینا برداشتن همون چیزای کریگی میگرفتیم، سبزی و کپوسته. بعد دو طبقی کلون آش میگرفتیم، یک دیشه کرامت خودش
یک خودش همین تنها میخورم. ما خیلی چاق بودیم بسیار فر بیچه اکن. لیکن چور دهان میگیردیم سیر میشه که کرامت پول است همون طبقه میخورم. یک عجیب بود. اوش ناز میدید بسیار. بعد خودش هم همون اوش خودش هم خوش رو بسیار میپخت. موسیقی همیش همین از تاجیکو فقط تبلکچی بود. تبلکچی یا برابنج و ادارنی تاجیک بودن. رستم و اسمت. اما موسیقی همیشون اروپایی بودن. بعد بعضی چیزا خودش طلب میکرد که همون پارتی باید شرقی نوازد. برای من مینواختن کرامت گوش میکرد. بعد میگفت که اکا من با همین جوش معقول نیم. ممکن من نوازم همینم. بعد این زلفی پریشونه دا نا 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 همین نالش کتی این کرامت نواختگی بود همون پرتی همون نواختگی بود چور سبتوی من با اسبوبا نلاجینیش کرامت میکرد ای ترکی کامون ابرو من بنده ابرویم ای ترکی کمان ابرو من بنده ابرویم ملکی همه دو چیز ندهم با یکی مویم ملکی همه دو چیز ندهم با یکی بدی سو غمنو چی میگردی گفتی کی بدی سو غمنو چی میگردی پدر بزرگوار هم همیشه آرزو میکردن همیشه شبانه روز از پای ایجاد بودن کار میکردن به خاطر که سرودهای آن کس جاویدانه باشد و همین طور هم شد همیشه آرزو میکردن که به مانند استادانشون اون استادانی که پیروی میکردن به محمد رفیع هندوستانی حافظ مشهور هندوستان به مانند شادروان احمد زاهری بزرگوار همه اونها رو به خود همچون استاد قبول کرده بودن با رویه اونها کار میکردن و آهسته آهسته در آینده یک روی خود را یافتند یک مکتب هنری خود را پیدا کردند ببینید که هزارها هزارها جوانان تا امروز این مکتب را پیگیری میکنند و از پایین هستند ما نبودن پدرجانم را احساس نمیکنیم چون که در خانه ما در خاندان ما همیشه درباره پدرم سخن ها میرود درباره پدرم بسیار نقل میشنویم از مادرجان عزیزم صدای آن کس ما را هیچگاه ترک نمی کند و در زندگی در ایدئال ما هستند ما همیشه پدرجان بزرگ رو پیروی می کنیم هرچند که چهره پدر رو روشن در یاد نداشته باشم هم اما ولی یعنی که از ترانه هایش از استعدادش از هنری والایش او رو خوب در یاد دارم Come on, I'm a man, 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 I'm
ملکی همه دو جوی ندهم باید.